ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده. جنگ گورکا در مرحله خطر بالا می گیرد. خامنه ای برادر بزرگترش را هم علیه رفسنجانی وارد صحنه کرد. مصاحبه آخوند محمد خامنه ای درباره سناریوی دو قطبی سازی رفسنجانی، اتهام براندازی و مشارکت در فتنه احتیاج به سجل کیفری ندارد. توصیه می کنم که آخر عمری و در آستانه 80 سالگی به امور فرهنگی و دینی بپردازد. به دنبال بالا گرفتن بحران در رأس حاکمیت آخوندی و مطرح شدن رفسنجانی برای شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم، خامنه ای در بسیج حمله و تهدید برای مقابله با رفسنجانی، برادر خودش آخوند محمد خامنه ای را نیز از غار بیرون کشید و به صحنه فرستاد تا رفسنجانی را از کاندیدا شدن منصرف کند. آخوند محمد خامنه ای به خبرگزاری سپاه پاسداران 14 اردیبهشت 92 در این باره گفت: مقصود از طرح و بیان انتخابات آزاد الغای این مطلب است که انتخابات آینده به نوعی هدایت شده و به قول آنها مهندسی شده و به نفع عده‌ای خاص خواهد بود و نوعی پیشگویی از آینده انتخابات است. در محاکمه متهمان فتنه 88 اعتراف شد که این گونه تعبیرات در واقع رمز شورش و کد اجرایی شدن عملیات براندازی است. در این طرح سعی شده شخصی را مطرح کنند که امکان بیشتری برای شرکت و گردآوری رأی داشته باشد. احتمالاً آقای هاشمی رفسنجانی بهترین فرد برای این برنامه است و فرقی نمی کند که وی از عمق این توطئه آگاه باشد یا نباشد. یکی دیگر از گام‌های این مرحله پاسخ دادن به کسانی بود که می‌پرسیدند چرا در آستانه 80 سالگی و آن همه سوابق در فتنه سال 88 میل به ریاست جمهوری دارد و برای دفع دخل مقدر مکرر اعلام شد که اگر وظیفه شرعی ببیند خواهد آمد. گام دیگر این سناریو آشفته کردن و به تعبیر عوامانه شیر تو شیر کردن اوضاع و سرگرم کردن اذهان به بحث و بررسی نامزدهای متنوعی که تمرکز ذهن روی نفر اصلی را از بین ببرد. یکی از گام‌های دیگر این پروژه ایجاد یک قطب دیگر انحرافی برای ایجاد تمایل افراد انقلابی مخالف آقای هاشمی به سمت او و سوق مردم به منطق بد و بدتر است، تا این افراد برای فرار از خطر جریان انحرافی و طرد او جانب هاشمی را انتخاب کنند. من دلسوزانه به همه و از جمله به کسی که بیش از 55 سال با او آشنایی داشته و بیش از 20 سال دوست نزدیک من بوده و هنوز هم خیر او را می‌خواهم، توصیه می‌کنم که آخر عمری و در آستانه 80 سالگی به امور فرهنگی و دینی بپردازد. نکته جزایی مهم که وجود دارد آن است که
جرم فتنه براندازی سال 88 یک جرم مشهود بوده است. بنابراین توجه اتهام براندازی و مشارکت در فتنه احتیاج به سجل کیفری ندارد و شهادت مؤمنین و رأی عمومی یا رأی اکثریت مردم برای صدور حکم عدم صلاحیت نامبردگان در شورای نگهبان قانونی و حجت است. جواب پسر رفسنجانی به تهدیدهای برادر خامنه ای: ترسی نیست، این حرف ها حرف های مفتی است. آقای هاشمی از انتخابات نمی ترسند. رسانه حکومتی عصر ایران، 14 اردیبهشت 92. محسن هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی و مدیر عامل سابق متروی تهران، در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا به تردیدهای اشاره می کند که پدرش برای حضور در کارزار 11 انتخابات ریاست جمهوری با آن مواجه است. محسن هاشمی گفت: آقای هاشمی که تا الان نشان دادند از انتخابات و به رأی مردم گذاشته شدن نمی ترسند. ایشان بیشترین رکورد شرکت در انتخابات در ایران و برنده شدن را دارند. ایشان در شرایط بسیار سخت حضور پیدا کردند و پیروز هم شدند. پس ترسی نیست، این حرفها حرفهای مفتی است. اگر اقبال مردم تا این حد است که احساس می کنند باید ایشان برای نجات کشور کاندیدا شوند، در نظرسنجی ها خودش را نشان می دهد که فعلا هم نتیجه نظرسنجی هایی که اعلام می شود نشان از همین اقبال مردم به آقای هاشمی و خاتمی دارد. حاج آقا آیت الله هاشمی هیچ وقت برای تصمیم گیریشان منتظر جواب نیستند. تا جایی که من می دانم ایشان الان هم منتظر جواب از سوی کسی نیستند، اما صلاح کشور را بررسی می کنند که حضورشان چقدر می تواند مؤثر باشد.